سلام سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به بلاگ جدید. همان طور که از تصویر هویداست، بلاگ این هفته ما یک بلاگ آشپزی است. ما زیاد فکر کردم گفتم چی باشه در بلاگ آشپزی، چون همه چیزایی را که میخواییم پخته بکنیم یا که میخواییم طریقش یاد بگیریم، معلوم دار در یوتیوب هزار رقم ویدیو است، از هر ویدیو چندی رقم شسته. از اون خاطر خوب است گفتم که یکی از غذاهای ازبکی را آماده بکنم، که تا حال با چند تن از دوستای دیگه که از با مردم ازبک تبار اصلا صحبت نکرده بودن، دوست نبودن و نمیشناختن، وقتی با اونا مواجه شدیم چی میگن امو نظریات جالب ازشان شنیدیم در مورد این غذا. مثلا یکی از دوستای ما بود که رفته بودیم خانهشان، میمان کرده بودن ما را، و خب گپ سر گپ آمد، هم تا قصه کردن ایبا گفتن که چی است. مردم ازبک گفتن عادت داره که کوفته را امرای بوره میخورن. ما و رامینجان ساعتها رو از او فکر میکردیم که کوفته را امرای بوره کی میخوره، و این غذا امو غذایی است که واقعا اگر بیش فکر بکنیم همچنین یک چیزی است، گوشت است که بوره سرش استفاده میشه. سلام عزیز دوستان، خودم که همه ندستان بو سیلا سلامت بو سیلا، این هم فره من خدمت لرزگه بو هفته که ولاگ نم بو هفته ولاگ بز بر ولاگ آشپزی اوزبزده اوزبیکی غذا لرزدن بر غذانا آماده قلمن. اگر من غلطی کنم، اگر من اشتباه کنم، با بزرگوار لازمین بخش لیلا، چون من اوشا نرسه اوشا ضعفی که اوزمده تمامگه اوزمده علاقمگه اوزمده ضعفمه برابر بوسه اوشا رقم آمده کنم با بزانه، و نظر به مواد که نظر به اوشا موادایی که آدمگه با اوشا نقرم این آمده کلاتم. امید کنم من بلاک آخر گچه کورس لیلا و خسته بومه سیلا که انشالله خسته بومه سیلا بلمن. فراموش کمایلا که ولاگ تو آخر گچه کویلا، لایک کویلا، کامنت کویلا و همچنان دوست لازمونم شریک کویلا. اگر خواه لیسیلا که هر هفته منو ولاگ لندن با خبر بوسیلا، چنل یوتیوب نه سبسکرایب کویلا و همچنان دکمه زنگولانه باسیلا که تازه ویدیو لندن بود بگندن هم سلو بیا بر نوتیفیکیشن کیسن خبر بوسیلا بی خبر کمایلا. دوستای عزیز، بخاطر آماده کردن از این غذا موادی که ما ضرورت داریم، شاید نیم کیلو باشه، نیم کیلو گوشت کوفته ای است، دو عدد پیاز است، زردچوبه است، نمک است، اینجا دیگه نیم کیلو آرد ما گرفتیم، ولی نمیفهم که نیم کیلو آرد کافی است یا که زیاد است یا کم است. اگر اضافه ماند خب به هر صورت، ولی فکر نمی کنم که کم شود. دیگه آب گرم است، این همی مواد است. دیگه من آیسته آیسته این غذا رو آماده می سازم. البته نامش تا هنوز نگفتیم، این غذا سمبوسی ازبکی است که بیشتر ما مردم ازبکی را آماده می سازیم سمت شمال، و در وطن خودم البته در فاریاب از این بسیار زیاد آماده می کنن، مخصوصا در مراسم عروسی باشه، میمانی باشه، ایگه پا در میمانی وقتی که ما پیش ازی که بریم در خانه کسی یک چیز را آماده میکنیم، روان میکنیم خانیشان و خبر میدیم که ما میخواییم پلانه روز خانیتان بیم، و این سمبوسی ازبکی از جمله خیلی غذاهای دوست داشتنی است که ایره حتما ما حتما ایره نیتن، البته دیگر غذا هم است، ای از اون جمله غذا است که ما روان میکنیم شد. من آیدوسته آماده میکنمش، دستایی باشوشتیم دستایی باشوشتیم نیم کیلو فکر میکنم نیم کیلو سا نیم کیلو آرد است، دیگه یک ذره نمک مندازم و او مندازم، دیگه چیز ضرور نیست برای فیلم در خمیر ما، او البته او شیرگرم است. سن بوزا این سویدیم غذالدن بزلا میمنگه مخصوصا که تویله بولاده ساره تویدن بر یکی روز آلدن توی بوسن بوشای بوسن و مثلا هر نوع محفل که بوسه ساره همه قزله و یا آق دوست لدگه یه غلده لد قام خیش لد کلنده و یکه سوال سمبوسه پشرده لد کب هم نمه دیده وشه فامیلانه بر جایگه قلده و هم کب لذته با برنرسانه برابر ولتر پشرماخ توزدماخ
خمیر ما نه زیاد سخت باشه و نه نرم. مثلا خمیر آشکه که ما میکنیم سخت میکنیم شب خاطر که در وقت جوش دادن چی نشوه واز نشوه خمیر و نمک شام زیاد میندازیم البته در وقت خمیر کردن خمیر آشکه. ولی خمیر سمبوسه نرمال یک خمیر میشه، سخت نه زیاد نرم هم نه، به خاطر که امروی دست دوار میشه ای و دوار کردن اگه سخت بود اگه زیاد عذاب میتاد اما زبر وقت مهمونه که دیدی خمیر قلید لا حال مثلا شون چگه نه خمیر بزنم چرچ قدنی شون که اگه بزنم دنبالی خلاده زیر نه بس ماشین خمیر بسندی بس اما اونم اگه سبزه مهمونه که دیدی ینگم لا خمیر قلید لا نیچه تندور خمیر قلید لا و نیچه تندور خمیر ده سارا اونه شرماغ باریده تندور دیاقماغ باریده اینی خمیر مسته نیو تو سخت است نی نرم است برای آور کردن با دست بیخی کاملا تیار است ایره من میمانم تا که این خمیر دم میده ما چی میکنم تا وقت گوشت آماده میکنم به خاطر آماده ساختن گوشتش پیاز باید سرخ شوه و گوشت هم باید سرخ شوه سرش نمک و زردچوبه انداخته میشه یارو میکلش بلخواب فکر نمیکردم که در گلاب پیشنم پیشتر گیرم بکنم فکر نمیکردم که قبل این گلابی موشنل داشته باشم اما پیاز به مو اندازه که میخواستم آماده شدم البته پیاز شما میتونین که چی میگنش زیاد خوردتر هم توته بکنین یا که از ماشین هم بکشی میشه او رقم پیاز او میکشه دیگه از خاطره که پیاز او نکشه من کلان کلان توته کرده میشه و من خوشم دارم که امو پیاز امروی گوش وقتی که میخورم مزیش دادانم بیاید از خاطر من یک ذره کلان تر توته کرده میشه این ها لمروی گوشتی رو پس دوباره گرد میکنم دیگه باز گوشت ما قسمه که میبینین من روغن ننداخته بودم ولی روغن در زیر تاوه هستم خاطر که گوشت یک ذره روغنی تر بود اگه گوشت که شما استفاده میکنین روغنی نباشه میشه که باز یک ذره گرد روغن بخواد
نزدیک پیاده زیر تاوان هست، پیاده زیر تخم پسینه هست، شما استفاده بکنیش. دیگه این حال گوشت هم تیار شد، میریم طرف خمیر دوباره. دوستای عزیز، گوشت ما آماده شد. این حال من خمیر اوار میکنم. البته خمیر شما میتونین تیار هم بگیرین، خمیر تیار هست. چون خمیر سمبوسه باید خود خود باشه، روغنی باشه، همون رقم خمیرها تیار در بازار است. من یک دو بار گرفتم، خوب است، مزه میده، لیکن اون مزه ای که خمیر خود آدم آماده بکنه و خمیری که به دست آور شوه و روغن زده شوه، اون مزه را نمیده. و خمیر من کلانتر است. من خمیر من دو توتا میکنم که آسان‌تر شوه برام هوار کردنش. نیمش هم میمونم و نیم دیگه خمیر من هوار میکنم. در خمیر سمبوسه فکر نمی کنم که استفاده کردن ماشین آش درست باشه، به خاطر که در ماشین آش فقط میشه که خمیر آشک، منتو، در بعضی حالات از بولونی رو میشه آدم عبور کنه، ولی در سمبوسه نمیشه دیگه، به خاطر که سمبوسه خمیرش باید گرد باشه و کلان باشه و کلان در ماشین آش جای نمیشه. البته سمبوسه که ما ازبیکا آماده میکنیم، این سمبوسه را از میکنم گفتم در مراسم های خاص، در عروسی ها، در میمانی، وقتی که خانه کسی میخواییم میمانی بریم، پیش از رفتن از این آماده میکنیم و خانهشان روان میکنیم که ما یعنی میمانی میخواییم بیم خانه تان یا به دیدارتان. دیگه صبحانه بیشتر ترجیح میتن که غذا را بخورن، چون هم مزیش خوبشه است، هم زحمت زیاد کار داره و هم یک غذای اصیل ازبیکی است. این را در تندور بعضی ها پخته میکنن. در تندور باز او دیگه مزه داره، مزه دار است، اما او دیگه مزه داره، ولی در روغن، این در روغن سرخ میشه، در روغن که سرخ شد این دیگه مزه داره. به این اندازه نازک شده. این حال من خمیر را میمانم و روغن اندازم سرش، چربش میکنم، یعنی روغن اندازم رفتم از روغن انداخته، یعنی چربش میکنم و بعد از او دوباره خمیر قاط قاط میکنم شه. اگر از این کده نازکتر میتونین خمیرتان، از او چی بهتر، زیاد خوش میشه. هر قدر نازک شد و خمیر به ما اندازه مزی سمبوسه خوش میایه. از ما چوب آشون چون خورد استه دیگه، از خاطر من تاستم که زوالی کلان بگیرم شد دودان زوالی خورد کردم.
روغنش بسیار زیاد هم نباشه. در اصل روغنی را استفاده میکنن که جامد باشه، روغن جامد عوض میکنن و از او استفاده میکنن که بعد از او وقتی که پخته شد و سرد شد آماده خوردن باز یک قسم پاش پاش میشه، بسیار مزه میتواند. هم من در دسترس ندارم روغن جامد، از او خاطر روغن مایده استفاده کردم. بعد از اینکه چربش کردم ایرم خوب قاد قاد میکنم تا آخر. یک دانه سمبوسه میکنیم. ده من قسمی که در اولین ویدیو گفته بودم، بلاگایی که ما آماده میکنم، ویدیویی که آماده میکنیم، بیشتر موضوعاتش گفته بودم براتون و وقت وارد یوتیوب چنل میشوین. در قسمت بنر تمامش نوشته است، در دسکریپشن هم نوشته است که ویدیوی آشپزی همچنان میباشه و من متوجه شدم که تا هنوز هیچ ویدیوی آشپزی نداشتیم. باز گفتم از چی بهتر که هوای سرد زمستان هم است، بیرون هم چون نمیریم، خوب است که یک غذای اصیل ازبکی را آماده بکنیم که هم در خانه خود ما بخوریم، شوهر جان دوست داره و هم ترکایم خوشش میایه، دعا جانم خوش داره، یعنی اگر یک سالان باشه خوش داره میخوره و خودم خوشم میایه. خمیر ما آماده شد، من خمیر اینجا میمونم دیگه، خمیرم هوار میکنم، بعد از او بازی را پر میکنمشه. دیگه سمبوسا هم تقریبا در آخر رسید، خلاص شد، سه تای دیگه مانده، سه تای دیگه رو باید پر کنیم. زیاد عوار هم نمیشه خمیرش، باز فقط یک اندازه گک نازک میکنیم و داخلش گوشت میمانیم و روی نکن باز گردش جور میکنیم به این شکل، شوار به این شکل جور میکنیم. دیگه جور کردنش امروی ناخون میشه جور شوه، ولی اگر امروی ناخون میگه نمیتونم، ناخون دراز نیاد تا ناخون دراز خراب میکنیشه، اما ناخون خود ما که طبیعی نرمال است مقدر، و اگر امروی ناخون نمیتونم میشه امروی پنجه یا امروی هنچست دیگه مصد مکم شوه که باز دوباره واز نشوه. من یک بار بسته میکنم، باز چون خمیر چرب است نی از خاطر بسته میکنم داره باز شد، باز گرد شد دوباره
یک خاطر دیگه میکنم و همراه ناخونم به این شکل جوش میکنم. شما مطمئن ایره یک بار امتحان بکنی، یعنی بسیار مزه دار است. مادر جان مرا شاید فهمید شاید نفهمید، مادر جان من اصلا از کابل هستن، برادر جانم از میمن هستن و مادر جانم چون از کابل هستن ایره نخورده بودن، یعنی این رقم سمبوسه را نخورده بودن. میگن بار اول وقتی که دیدم میگن گفتم چه رقم مزه خواهد داد، بوره امروی گوشت فکر نکنم خوب مزه بوده. خوردم میگن خوبش بود، ولی هنوزم مادر جان من اوقدر خوش ندارن امروی بوره را. باز مادر جان کوخته میکنیم سرش بوره نمونتازیم چی میکنن امروی چتنی میخورن شد که هم بسیار جد مزه میده. خب حالا خمیر مکمل آماده شد، دانای سمبوسه همه گیش جور شد دیگه. این حال مرحله دومش یسته که ایره ما سر روغن سرخ میکنیم و به خاطر سرخ کردن در روغن باید روغن ما زیاد داغ نباشه، حرارت متوسط باشه. بریم این حال سرخش کنیم. دوستای عزیز تشکر از اینکه ولاگ تا آخر دیدین. اگر خوشتون اومد میتونین شما مزی آماده بکنین، حتما آماده بکنین، یک بار امتحانش بکنین. یک مزی خیلی خاص داره مختص به خودش، شما مطمئن امتحان بکنین. تشکر از اینکه ولاگ تا آخر دیدین، سر بزنین به ویدیوهای دیگه. فراموشتان نشه چنل یوتیوب ما سابسکرایب بکنین، به خاطر حمایت میتونین با دوستایتان هم شریک بسازین. منتظر ولاگ بعدی باشین. ایسو خدلی دوستلا رحمت که ویدیو آخر گرچ تماشا خلدین در خورسند بولم من که ویدیو نه باشقه دوست لازگی همی باش سیله، چون اوزو بزده اصیل اوزویکی غذالرمزدن اوشا، چون اگر خواخ لیسیله که باشقه دوست لهم بزنه اوزویکی غذالره بزمینم معرفی بوسیله بزنه غذالره بزده تانسیله، بو ویدیو نه باشقه دوست لازگی همی باریله و چنل یوتیوب تی سبسکرایب خلیله. من باره من مونی یه من سیله خلاله سیله که دیگه ویدیو لاده کور سایلا. تا ولاگ بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم. مواظب خود باشین، زندگیتان به زیبایی قلبتان. من رفتم که ایره بخورم. خدافظ.